سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده طی نامه ای از سران کشورهای عربی حاضر در نشست دمام خواست تا حدی برای اختلافات سیاسی خود قائل شوند. سازمان جهانی نفی خشونت در نامه خود به سران کشورهای عربی شرکت کننده در اجلاس دمام در کشور عربستان از این کشورها خواست تا از طریق این نشست بحرانهای به وجود آمده در منطقه و در کشورهای خود را حل است کرده و سرنوشت های خود را به بهترین نحو ممکن رقم بزنند این سازمان حقوق بشری ضمن اشاره به مشکلات اجتماعی و اقتصادی موجود در کشورهای منطقه و اطلاع سران کشورهای عربی از این مشکلات خواستار کمک به رفع آنها و نجات امنیت و سلامت میلیون تن از مردم منطقه با بکارگیری نفوذ و درایت حکومت ها شد این سازمان تفکیک که ملت های عربی از بین رفتن ثروت های ملت ها کشته و مجروح شدن میلیون ها نفر و نیز گرسنگی و بیماری را از پیامدهای جنگ های مستمر در سوریه و یمن و بحران در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برشمرد و, و ادامه این اوزارا را موجب ظهور افرادگرایی تروریسم و آثار مخرب آن بر ثبات جامعه دانست در ادامه این سازمان از سران کشورهای عربی خواست تا با استفاده از نفوذ و میانجیگری به جنگ یمن و حمایت از افراد مسلح در سوریه خاتمه داده و اختلافات با طرف های درگیر را از طریق رایزنی و گفتگو حل و فصل نمایند و سروت هایی که برای ادامه این جنگ های خانمان سوز هزینه می شود را برای بازسازی این کشورها به کار گیرند. این در بخشی از نامه خود نیز خواستار یاری ملت فلسطین برای دستیابی به استقرار و ثبات و بازگشت حقوق از دست رفته شد. سازمان جهانی نفی خشونت در پایان با اشاره به ضرورت آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی خواستار همکاری حکومت ها برای دستیابی به صلح و دوستی و رفاه و شکوفای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی ملت ها شد.